درود فراوان به شما بینندگان و شنوندگان گرامی در هر جا که با ما هستید در این سه شنبه شب تابستانی ایران 27 مرداد ماه 1388 همراه با همکارم الناز کیانی خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن دومین بخش از پرداختن به موضوع آسیب شناسی شکنجه. با درود بر شما عزیزان به برنامه روی خط خوش آمدید. از طریق ایمیل، وبلاگ و تلفن برنامه میتونید در بحث امشب شرکت کنید. تلفن دیگه داریم از تهران. تلفن دیگه پشت خط هستند. من پوزش میخوام اگر تلفن تهران رو زودتر میگیری معمولا قطع میشن تلفنایی که از ایران برای ما میاد. بنابراین ببخشید این ارفاق مثبت رو. روژا از تهران، درود بر شما. سلام آقای علی، نمیدونم آقای جوانمردی و خانم ستاکی بودن فکر میکنم. خانم کیانی بفرمایید، در خدمتتون هستیم، دیدگاه خودتون. بله خانم کیانی، معذرت میخوام، من اصلا حواس درست حسابی این روزا ندارم. من خواهر یکی از همین عزیزایی هستم که در حدود پنجشنبه از زندان اوین اومده بیرون و متاسفانه برادر من، البته تو شهرستان زندگی میکرد، اینجا دانشجو بود و چون من تو تهران بودم نمیشه پیش من بود و متاسفانه باورتون نمیشه این پسر ورزشکار تو ما توی شهری بود که کشتی میگرفت و اصلا عضلاش پیچ پیچ بود، اصلا شما نمیدونی این بچه شده عینه یه آدم دیوونه خل که نشسته یه گوشه، یه مریض روانی با هیچ کلمه حرف نمیزنه. ما نمیدونیم این بچه چشه، حتی حرف نمیزنه. من دلم میخواد حرف میزد. این بچه کارشناسی ارشد میخوند، بچه بی سواد و هیچی که تو این جامعه نبود، الان شده اینه یه بچه کوچولو که باید قضا تو دهنش بذاریم. در مورد زندان چیزی به شما نگفته خانم رژا؟ در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده در زندان معلوم نیست، چه بلای سرش آوردن که اصلا این بچه‌ای که این همه قلدر بود اصلا قرار نبود، این اصلا حرف زور تو گوشش نمی‌رفت، حرفشو تا آخرین جایی که امکان داشت می‌زد. الان شده اصلا شما لاغر شده انقدر شدت، اصلا شما یه مثل یه بچه معتاد میمونه. من دلم می‌خواست عکس قبل و بعدشو، یعنی براتون می‌فرستادم می‌دیدین این بچه چطور شد. شما نمیدونین دل ما سوخته، ماها به قول معروف الان واقعا به قول یک کردن نمیدونم این آقایون خیانت کار خواهیم به وطن روزش یه چیزی میگو، من شنیدم که این ملت آتیش زیر خاکسترن و این درست میگه، من یکی نمیگذرم و ما داره منو شکستن، داره شکستن، خانم رژا به نیمه برنامه رسیدیم. شما میتونید پشت خط با ما بمونید، پرسش هایی رو میخواییم با شما مطرح کنیم اگر مایل هستید و تا اون موقع امیدوارم که حالتون بهتر بشه. امیدوارم از شما میتونید تلفنتون رو بدید و دوستان بهتون زنگ میزنن. ما به نیمه خبر میریم، گزیده خبر برمیگردیم. خواهش میکنم.